رئیس جمهوری جدید مصر فرصت داره حمایت بیشتری جلب کنه و شاید یک دولت وحدت ملی تشکیل بده. البته کار بسیار دشواری خواهد بود. خیلی از مصری ها نسبت به اخوان المسلمین بی اعتمادند. برای همین آقای مرسی با اختلاف کمی در انتخابات پیروز شد. به نظر شما آقای مرسی طالب برقراری چه نوع رژیمی در مصر است؟ آیا این رژیم بیشتر شبیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود یا اینکه الگوی اون از روی ترکیه برداشته خواهد شد؟ من سال گذشته با بعضی از رهبران اخوان صحبت کردم و اونها می گفتن یک مدل مصری میخوان به نظرم همینطور خواهد بود. مصر می خواد روابط با غرب رو نگه داره اما می خواد این روابط بر اساس تصاوی باشه. این با مدل ایران متفاوته و شاید بیشتر شبیه مدل ترکیه است. با این گفته ارتش که قدرت واقعی در دست اونها خواهد بود، آیا مرسی صرفا یک چهره تشریفاتی خواهد بود یا اینکه با گذشت زمان رفته رفته قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد؟ آیا میتونن اینها ارتش و مرسی یک همزیستی مسالمت‌آمیز با هم داشته باشند؟ تا حد زیادی از قدرت رئیس جمهور مصر کاسته شده یعنی ارتش در چند هفته گذشته بیشتر قدرت رو در دست گرفته اما نتیجه این روند هنوز مشخص نیست اخوان المسلمین به روشنی گفته از پشتیبانی مردم در خیابان برخورداره که حاضرن دوباره به میدان تحریر برگردن اخوان تلاش خواهد کرد در گفتگو با شورای نظامی از قدرت ارتش تدریجا بکاهه تا این لحظه این سازمان از درگیری مستقیم با ارتش اجتناب کرده اما هنوز خطراتی وجود داره so آیا آقای مرسی میتونه اون آزادی های مدنی که مردم مصر طالبش بودند و هستند و برایش انقلاب کردند به اونها اعطا بکنه One of the issues with the Muslim Brotherhood. یکی از مسائل مطرح شده اینه که اخوان تا کنون اجازه حضور در قدرت رو نداشته و هنوز آزمایش خود رو پس نداده. از این رو نمیتونیم با قطعیت نسبت به دولت جدید نظر بدیم. اخوان کنترل پارلمان رو در دست داره اما هنوز نشون نداده که میتونه مسائلی چون حقوق بشر، حق اعتراض و حقوق زنان رو تضمین کنه. اصولا مهمترین چالش های پیش روی آقای مرسی چیست به نظر شما؟ یکی از بزرگترین چالش های رئیس جمهور جدید اقتصاد مصر به این مسئله در تبلیغات انتخاباتی پرداخته نشد. انتخابات بیشتر بر مسائل سیاسی، ابراز هویت حزبی و نقش دین در مصر متمرکز بود. میلیون ها مصری بدون شغل یک میلیون نفر از زمان آغاز انقلاب مشاغل خودشون رو از دست دادن چون سرمایه گذاران از آینده کشور مطمئن نبودند. مصر باید اشتغال بیشتر ایجاد کنه و دوباره در مسیر رشد قرار بگیره ایران انتخاب آقای مرسی رو تبریک گفته آیا فکر میکنید ارتباط نزدیکی بین مصر و ایران ایجاد بشه و به صورت یک محور علیه غرب در بیان این دو کشور؟ فکر نمی کنم که دولت جدید مصر بخواد با غرب دشمنی کنه تا این لحظه همه چیز نشون میده که اخوان مسلمین خواهان روابط با غرب اما رابطه ای بر اساس تساوی و نمیخواد روابط با غرب رو قطع کنه ایران در شرایطی که سوریه در حال دگرگونیه میخواد یک متحد جدید در جهان عرب پیدا کنه